چگونه ما شما بهترین با کیفیت ترین میوه بر روش طبیعی بدون مواد کیمیایی تولید کنیم؟ 10 روش بسیار اساسی در این ویدیو خدمت شما به اشتراک میگذارم و آموزش میتونم که دقیق ببینین، بعد از اون میتونین بهترین و با کیفیت ترین میوه و کاملا طبیعی تولید کنین. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای خوب من، روش های زیادی وجود داره و به طریقه های مختلف. شخصی بسیار موفق است که محصول کاملا طبیعی تولید کنه. وقتی شما به زور کود های کیمیایی، به زور ادویه کیمیایی محصول تولید میکنین، خب او در کل زهر است. مواد غذایی که از او تهیه میشه، شما میخورین، نوش جان میکنین، میره به معده شما، خب توقع دارین که ذرات مواد سمی که شما پاش دادین او هضم میشه، گم میشه، مواد کیمیایی اصلا از بین نمیره، شاید رنگ و بو و خاصیتش تغییر کنه، ولی باز هم اما خودش ببخشین اصلیتش همیشه وجود داره. وقتی روی میوه شما اسپری میکنین، در اینجا هست، او جذب میشه توسط خوردن به بدن شما، در معده میره، در خون شما جذب میشه، از خون میره در داخل حجرات و داخل بدن شما و جهش ژنتیکی به وجود میآید. چرا اکثریتی از افراد وقتی که اولادشان متولد میشه یا 6 انگشت داره یا اصلا نداره یا دستش قطع هست، به طریق مختلف مشکلات ژنتیکی داره؟ اینا آری از اینمی مشکلات هست که ما شما ادویجات سمیر بیشتر استفاده کردیم، از قرص ها و شربت هایی که مثلا پیش دکتر میریم بیشتر استفاده کردیم. پس در زندگی هر قدر ادویجات پروسس شده و کیمیایی کمتر استفاده کنیم، همقدر مسئولتر، راحتتر و سالمتر میخوایم زندگی کنیم. پس 10 کاری که شما در باغداری باید انجام بدین بهترین محصول کاملا طبیعی تولید کنین، اولینش صحت درخت شما هست. شما به هر کاری میکنین درختان خود را باید صحتمند نگاه کنین. یکی از راهش است که شما میبینین یک شاخه درختان مریض است، قطع کنین و دور بریزین، میشه صحتمند. یا یک شاخش آویزان است، خشک است، قطع کنین چون منبع آفات امراض میشه، دور بریزین. یک شاخه کاملا مزاحم هست، قرار است در اثر باد بسایه شاخه دیگر را زخم کنه، او را میتونین قطع کنین و دور بریزی. این میشه صحتمندی درختان شما تأمین میشه. صحتمندی محیط باغ خود را در نظر میگیرین که تمام گیاهان هرزه را دور میکنی و ای کامل محیط باغ شما پاک و سالم نگهداری میشه. موضوع دوم زمان دقیق کاشت است. وقتی که شما بخواین از هر نوع محصولی، چی بخش کشاورزی چی بخش باغداری باشه، شما اگر بخواین محصولی خوب بگیرین، زمان کاشت را شما باید بفهمین. مثلا میخواین نهالستان بسازین، تولید نهال بکنین، خب بهترین زمان کاشتش کدام موقع است؟ اگر شما بیاین خواب باشین، خزان خواب باشین، پاییز خواب باشین، زمستان خواب باشین، اول بهار چون اکثریت از دهقین درخت میکارن، شما بیاین خسته ها و بذرها را زیر خاک کنین بیکارین، اصلا نتیجه نمیگیرین، اصلا این سبز نمیشه. شما اقدام را باید در فصل پاییز و خزان انجام داده باشین تا اول بهار تخم ها سبز شوه و به شما نهال تولید کنه. و امور رقم بهترین فصل نهالشانی در مناطق سرد و مناطق معتدل و مناطق گرم کاملا فرق میکنه. شما باید بدانین که در مناطق سرد باید بهار کشت شود، در مناطق معتدل و گرم فصل خزان باید کاشت شود که بتونین بهترین درخت و بهترین محصول برداشت کنین. و امور رقم در رابطه با کاشت و پرورش کچالو یا سیب زمینی، سیر، پیاز، همه وقتش باید دقیق مشخص کنین که باید در زمان مناسبش کاشت شود. شما بعضی موقع کاهلی میکنین، میوه‌تان رسیده، محصولتان به عمل رسیده، این فقط عملا شما با تنبلی یک روز دو روز ناوقت میندازین و وقتی که شما هر روز ناوقت میکنین، از یک طرف در اینجا ساخت و ساز بیشتر صورت میگیره و میوه ها زودتر پیر میشه، رسیده میشه، نرم و نازک میشه و از طرف دیگه آفات و امراض سرش حمله میکنه و اینا آسیب میزنه. پس خواهشن در زمانی که محصول قرار است جمع‌آوری شه، شما حداقل یک روز بیشتر جمع‌آوری کنین، ضرر نمیکنین. چهارم هم مراقبت متداوم هست.
نظارت همیشگی از باغ هست. شما داخل باغ که مثلا بعد از یک ماه میرین، میفهمین که یک حشره وقتی میایه در ظرف یک هفته چند بار این تکثیر میکنه، تولید مثل میکنه، یا یک قارچ در یوریان یک ساد میفهمین چقدر این تکثیر میکنه و نسل خود زیاد میکنه. شما اگر یک ماه بعد بیاین، درختان شما رو نابود میکنه. پس نیازمند این هست که همه روزه، اگر نشده هفته دوبار، حتما داخل باغ خود بیاین، نظارت کنین تمام باغ چی اتفاق افتاده، چی مشکل وجود داره. شاید کم آب شده باشه، دهقان آبیاری نکرده باشه، یا اینکه کدام یک شاخه از درخت شما مصاب به مرض شده باشه که او را قطع کنین. نظارت کلید کار هست که از مشکلات جلوگیری میکنه. موضوع پنجم هم پرورش مرغ در داخل باغ هست. یکی از روش های بسیار عالی که شما با این روش میتونین که اکثریتی از آفات و امراض و حشرات را کنترل کنین، و از طرف دیگه این خودش میآید اطراف درختان تر شخم میزنه و او کرم های مضری که در زمین وجود داره اونا را از بین میبره، پروانه ها و بعضی لانه ها و حشرات که وجود داره اونا را میخوره، از بین میبره. از یک طرف برای خودشان مفید هست، تقویه میشه و گوشت تولید میکنه شما میخورین، و از طرف دیگه مواد فضله که در محیط باغ پخش میکنه اصلا نیاز به کدهی نیست. شما اگر 100 تا درخت داشته باشین و در کنارش 200 تا مرغ در داخلش پرورش بدین، هم مرغ پرورش دادین، هم به درخت خود کد دادین، و هم درخت های شما بزرگ شد و همچنان نتیجه خوب گرفتین. پس این زیست با همه دو حیوان و حیوان و درخت بسیار نتیجه عالی داره. موضوع ششم هم زیست با همه دو گیاه هست، یا به نام انترکراب یا کشت میانی داریم. مثلا شما سیب دارین، در وسطش کچالو یا سیب زمینی کاشت میکنین. درخت مثلا انگور دارین، در وسطش سیرک کاشت میکنین. اینا چی کار میشه؟ از یک طرف باعث کنترل آفات و امراض هم دیگر میشه، و از طرف دیگه توافق با هم میکنه. مثلا سیب زمینی یا کچالو زمین را به یک طریق شخم میزنه، هوادار میکنه، و از طرف دیگه درختانی که اینجا وجود داره برای اینا سود میرسانه. و موضوع دیگه ای که شما سیب زمینی یا کچالو برداشت میکنین، از عین زمین شما دو محصول میگیرین، هم از درخت حاصل گرفتین سیب گرفتین، و هم از زمین حاصل گرفتین سیب زمینی گرفتین. پس هم ثواب هم خرما. موضوع هفتم هم شما باید نظارت دقیق بر کدهی داشته باشین. آیا ببینین که درخت من به کدام کد ضرورت داره؟ آیا به کد نایتروژن هست، فسفرس هست، کلسیم هست؟ و زمین خود را باید تست کرده باشین که کدام نوع عناصر در زمین وجود داره، کدام کمبود هست، و او کمبودات را در زمین وقتی که اضافه کنین کاملا خاک شما اصلاح میشه و درخت شما هم حاصل زیاد و با کیفیت بر شما تولید میکنه. موضوع هشتم اسپری طبیعی هست. شما مواد های طبیعی را پاش میتین. مثلا میبینین که درخت های شما یا سبزیجات شما دانه دانه شک پیدا شده یا شته پیدا شده، همین موقع اگر تاوانش داشته باشی، قدرتش داشته باشی، میتونی سامپاش موتروی تا چالان کنی و همه را با آب یک بار بشوی. چون تازه هست، چند تا آمده، شما اینا را همه را به زمین میریزین، و در اینجا مرغ ها و همچنان خروس های شما اگر اینجا تشریف داشته باشه، همه را دانه دانه میچینه و نوشیجان میکنه، شما از شرش خلاص میشین. موضوع نوم هم حشرات مفیده هست. پرورش حشرات مفیده حتی شما میتونین که اگر در مناطقی زندگی میکنین ارزشش را داره. شما میتونین لسوینگ یا بالتوری ها را میتونین بخرین، هم به صورت تخم، هم به صورت لاروا، و هم به صورت حشره کامل میتونین بخرین. اینا ممکن از $10 تا $50 قیمت داشته باشه. هر 100 الی 1000 تاش میتونین بخرین، در محیط باغ میتونین اعلام کنین. و همچنان به نام لیدی بگ هست که ما شما فال بینک میگیم، و زنبور عسل میتونین پرورش بدین در محیط باغ خود که باعث گردافشانی میشه. فال بینک و بالتوری اینا حشرات مضره رو نوشجان میکنن، ولی زنبور عسل باعث گردافشانی میشه، باعث بیشتر شدن محصولات شما میشه. پس شما در نظم کار طبیعت به جای این که خراب کنین باید اینا رو قوی کنین. سیستمی اکوسیستم و نظام طبیعت را باید با همدیگر همکار بسازیم، باید فعال بسازیم تا اینکه بیشترین محصول را بگیریم.
دهم هم آخر هست که شما میتونین از روش های طبیعی پشت کردن درختان خود استفاده کنین. بعضی مواقع هست که شما میتونین بهترین کیفیت و بهترین محصول را بگیرین، میتونین خود میوه را پشت کنین که اکثرا در چین و کشورهای پیشرفته این کار را میکنن، سیب را پشت میکنن، مثلا منگو یا ام را پشت میکنن. میوه های بزرگی که به دردشان خیلی احساس میکنن تجارتی از مهم هست، با کیفیت هدفش از تولید چا پشت میکنن، حتی خوشه های خرما را پشت میکنن، انگور را پشت میکنن تا اینکه محافظت و در مقابل آفتاب سوختگی، نور آفتاب، همچنان آفات و امراض. حتی بعضی ها داخل گلخانه پرورش میکنن که در محیط کنترل شده پرورش کرده باشن. و اگر این کار را نکنین، میتونین سبزیجات دارین یا میوه‌جات دارین، میتونین درخت را چارچوب برش تهیه کنین و برش تور بکشین، در اونجا نه آفات میاید نه امراض میاید، در محیط بسیار سالم بهترین میوه تولید میکنه. خب دوستای عزیز، 10 ترفند و 10 روش خاص، روش کار کاملا طبیعی با باغداری بود که شما از این طریق ها میتونین بهترین و طبیعی ترین محصول رو برداشت کنین. پس با یک لایک زدن و سابسکرایب ویدیو شما رو به خداوند یک تا بسپاریم.